در بلژیک هستیم. در این کارخانه صنایع رنگرزی هر سال حدود 12,000 کیلومتر پارچه رنگ می شود. برای این کار به میلیون ها لیتر آب نیاز است. پساب رنگرزی سرشار از مواد رنگی و مواد شیمیایی و نمک است. برای بازیافت این آب آلوده چه کار می توان انجام داد که مؤثر و مقرون به صرفه باشد، به طوری که بتوان از آن دوباره در فرایند رنگرزی استفاده کرد؟ در این واحد تولید پارچه و ریسندگی، پارچه پس از بافته شدن آزمایش می شود. سپس روی غلتک های مخصوص می رود و بعد نوبت رنگ رزی است. در آخر هم رنگ باید روی پارچه خشک و ثابت شود. اجرای تمام این مراحل به آب نیاز دارد. در این کارخانه نساجی و رنگ رزی، سالانه 350 میلیون لیتر آب استفاده می شود. برای هر کیلو پارچه حدود 80 لیتر آب مصرف می‌کنیم. آب برای سفید کردن پارچه، رنگ کردن و ثابت کردن رنگ روی پارچه هم به کار می‌رود. در نهایت ما حجم بسیار زیادی آب داریم که آلوده به رنگ است و از خاصیت اسیدی بالایی هم برخوردار است. ابتدا باید خاصیت اسیدی آب را خونسا کنیم و سپس آب را به فاضلاب‌های شهری بریزیم. به خاطر چالش‌های زیست محیطی و اقتصادی بازیافت این آب در فاضلاب‌های شهری، مسئولان کارخانه دست به دامن گروهی از محققان اروپایی شدند. هدف این پژوهشگران اروپایی یافتن راه حلی برای بازیافت پساب رنگرزی است. این واحد بازیافت پساب به طور آزمایشی در این کارخانه کار گذاشته شده. دو فرایند اصلی برای زدودن آلودگی ها از آب به کار می رود. اولین فرایند لخته‌سازی الکتریکی است. فرایندی الکتروشیمیایی که حجم زیادی از ترکیبات شیمیایی و مواد رنگی را از پساب ها می زداید. فرایند بعدی اسموز معکوس نام دارد که برای زدودن نمک از آب به کار می رود. ابتدا از قشای استفاده می‌کنیم که به طور خودکار کار تصفیه را انجام می‌دهد. تمام ذرات کوچک و مواد مختلف دیگر را از آب جدا می‌کنیم. در مرحله بعدی که اسموز معکوس نام دارد، نمک و بقیه ذرات و موادی را که در آب به جا مانده از آن می‌زداییم. در پایان آبی تمیز داریم که کاملاً پاک شده و تمام مواد رنگی و حتی نمک هم از آن جدا شده. کل فرایند را با این آب شروع کردیم که سرشار از مواد آلوده و رنگ کننده است و خروجی آب تمیز و پاکیزه است. هر کدام از مراحل این فرایند کنترل و بازبینی هم می شود. می توانیم بگوییم که تمام آلاینده های شیمیایی و رنگی از بین رفتند. دست کم 93 تا 96 درصد این مواد از آب زدوده می شود. رنگ کننده های پارچه به طور 100 درصد از بین رفتند. هدف بعدی محققان گسترش این واحد آزمایشی بازیافت پساب رنگرزی است، به طوری که بتوان از آن به عنوان چرخه بازیافت و استفاده مجدد از آب در کارخانه های رنگرزی استفاده کرد. اگر در محل کارخانه فناوری وجود داشته باشد که مصرف آب را 75 درصد کاهش دهد، بسیاری از هزینه های کارخانه کم می شود. همچنین پساب های رنگرزی به فاضلاب شهری سرازیر نمی شود. در نتیجه دیگر تصفیه خانه های فاضلاب های شهری پر نمی شوند. این فناوری رقابت پذیری کارخانه‌های موجود در بازار نساجی و رنگرزی را در اتحادیه اروپا افزایش می‌دهد.